مرام خدا و سلام بر شما با مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه دهم حمل سال 1402 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. تلاش برای بهبود روابط دیپلماتیک با جهان. امیرخان متقی میگوید در روزهای آینده شمار از کشورها سفارتشان را در کابل بازگشایی خواهند کرد. در حال حاضر در کابل سفارتخانه های کشورهای همسایه و منطقه مثل چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، قزاقستان و روسیه باز است. همچنان هند، ترکیه، امارات متحده عربی و قطر فعالیت دارند. برنامه وزارت دفاع ملی برای ایجاد اردوی 200 هزار نفری. لیدر سیز قوای مسلح میگوید میخواهند امسال شمار اردو از 150 به 170 هزار تن برسد. پلان های ازیار خونسا کردن و الحمدلله ببینیم که امنیتی که امروز در افغانستان است شاید واشنگتن هم نباشد. خواست هیئت ناروی در افغانستان از جامعه جهانی. مسئول این هیئت در کابل میگوید جامعه جهانی باید اقتصاد افغانستان را احیا کند. و ادامه نامنی ها در پاکستان. در تازه ترین حمله طالبان پاکستانی 4 پلیس کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شده. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. سرپرست وزارت خارجه کشور میگوید در روزهای آینده شمار از کشورها سفارتشان را در کابل بازگشایی خواهند کرد. امیرخان متقی میافزاید که روابط امارات اسلامی با همه کشورهای همسایه و منطقه به خوبی پیش می رود، اما روابط افغانستان با کشورهای غربی با مشکل مواجه است. آقای متقی در گفتگو با یک شبکه عربی همچنان از مداخلات آمریکا در امور داخلی افغانستان که به گفته او خلاف توافقنامه دو هست انتقاد میکند، اما تاکید دارد که برای بهبود روابط با ایالات متحده نشست ها ادامه دارد و پیشرفت ها نیز در این نشست ها به وجود آمده است. مرحبا بكم معالي الوزير و نشكر لكم استضافتنا في مقر الوزاره. اهلا وسهلا جزاكم الله. سرپرست وزارت امور خارجه در گفتگو با یک شبکه عربی از بهبود روابط امارات اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه ابراز خوشبینی می کند، اما تاکید دارد که روابط افغانستان با کشورهای غربی مشکلاتی را به همراه دارد. امیرخان متقی می گوید که در حال حاضر سفارتخانه های کشورهای همسایه و منطقه در کابل باز است و نیز دیپلمات های امارات اسلامی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده و فعالیت دارند. در حال حاضر در کابل سفارتخانه های کشورهای همسایه و منطقه مثل چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، قزاقستان و روسیه باز است. همچنان هند، ترکیه، امارات متحده عربی و قطر فعالیت دیپلماتیک دارند و در کنار آن دیپلمات های امارات اسلامی در بسیاری از این کشورها پذیرفته شده و فعالیت دارند. باید گفت که افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه در روابطش مشکل ندارد و ما تنها در روابط با کشورهای غربی مشکلات داریم. آقای متقی همچنان از مداخلات امریکا در امور داخلی افغانستان که به گفته او خلاف توافقنامه دو هست انتقاد می کند، اما تاکید دارد که برای بهبود روابط با ایالات متحده نشست هایشان ادامه دارد و پیشرفت های در این نشست ها به وجود آمده است. در حال حاضر با ایالات متحده روابط داریم، مجالس و نشست های ما ادامه دارد و روی موضوعات مختلف و مهم صحبت می شود و پیشرفت های بسیار خوبم با آنان داریم. سرپرست وزارت خارجه می افزاید که رقابت کشورهای قدرتمند در 4 دهه گذشته افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و اما حالا امارت اسلامی می خواهد با اتخاذ سیاست متوازن با همه کشورها روابط خوب داشته و از رقابت این قدرتها در جغرافیای افغانستان جلوگیری کند. آقای متقی می گوید امارت اسلامی افغانستان را به مرکز اقتصادی و ترانزیتی مبدل خواهد کرد. افغانستان در 40 سال گذشته مرکز رقابت کشورهای قدرتمند بود که مشکلات زیاد را به همراه داشت و به سبب آن میلیون ها تن کشته و یا هم زخمی شدند. اما امارات اسلامی در سیاست و روابط خود با همه کشورها متوازن عمل خواهد کرد و افغانستان مرکز اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. به همین سبب ما صادرات خود را به چین افزایش دادیم و همچنان واردات افغانستان از روسیه افزایش یافته است.
و امیدواریم که روابط سیاسی و اقتصادی ما پیشرفت‌های خوبی داشته باشد. سرپرست وزارت خارجه تأکید می‌کند که امارات اسلامی طرفدار روابط نیک و تعاملات مثبت با جامعه جهانی است، اما جهان نباید برای تعامل با امارات اسلامی پیش شرط بگذارد. خو البته به احتیاط او به تدریج سر. وزارت دفاع ملی در نظر دارد تا در سال روان خورشیدی شمار اردوی اسلامی ملی را از 150,000 به 170,000 تن افزایش بدهد. لویدرسیز قوای مسلح میگوید که تمامی تجهیزات باقی مانده از نظام پیشین در اختیار امارات اسلامی است و وزارت دفاع ملی نیز آماده مبارزه با هر گونه خطر احتمالی است. فصیح الدین فطرت تاکید میکند که کشورهای بیرونی حضور داعش را در افغانستان بزرگ نمایی میکنند، در حالی که این پدیده در افغانستان فعالیت جبهه‌ای ندارد و همواره سرکوب میشود. تلاش های وزارت دفاع ملی برای افزایش اردوی اسلامی ملی در افغانستان. وزارت دفاع ملی میخواهد تا در سال روان خورشیدی شمار اردوی اسلامی را از 150,000 به 170,000 تن افزایش بدهد. لویدرستیز قوای مسلح این وزارت میگوید شمار این نیروها را تا مرز 200,000 میرسانند. فصیح الدین فطرت تاکید میکند تمامی تجهیزات نظامی که امریکایی ها برای تجهیز اردوی نظام جمهوریت آورده بودند در اختیار امارات اسلامی است و وزارت دفاع ملی نیز آماده مبارزه با هر گونه خطر احتمالی است. انشاءالله العزیز با همین تعداد هم ما می توانیم که از تمام سرزمین افغانستان حفاظت و حراست بکنیم، اما شکلی که دیده می شود به تعداد نیروهای دیگری هم ضرورت هست و نیاز هست و ما تصمیم داریم که از این تعداد بیشتر بکنیم و انشاءالله العزیز دمی سال پیشی رو ما ایرا تصمیم داریم که از 150,000 تا 170,000 برسانیم و آیست آیسته تا 200,000 برسانیم تعداد نیروها را. این مقام ارشد دفاعی کشور میگوید گزارش های مبنی بر شکلگیری گروه های مخالف برای استادگی در برابر نظام کنونی افغانستان در بیرون از کشور در حد یک رویا است. او تاکید میکند کشورهای بیرونی موضوع داعش را برای ایجاد نگرانی به مردم و منطقه بزرگ نمایی میکنند، در حالی که فعالیت های ضد امنیتی در افغانستان مورد سرکوب قرار میگیرد. فصیح الدین فطرت در این مصاحبهش با تلویزیون ملی همچنان در پاسخ به نگرانی کشورها به خصوص همسایگان مبنی بر استفاده نشدن خاک افغانستان میگوید امنیتی که در حال حاضر در افغانستان تأمین است ممکن در واشنگتن وجود نداشته باشد. اعمال تخریبی قسمی که در افغانستان صورت میگیرد در بسیار کشورهای پیشرفته هم همچنین اعمال گاهگاه صورت میگیرد، اما با وجود از او امارات اسلامی هم جدوجهد و کوششی که داشتن بسیار پلانای از یار خونسا کردن و الحمدلله ببینیم که امنیتی که امروز در افغانستان است شاید در واشنگتن هم نباشد. این مقام ارشد وزارت دفاع ملی همچنان از نقض حریم هوایی کشور توسط امریکا انتقاد میکند. کوشش میکنیم که خود به یک سطحی برسانیم که بتونیم که همان طوری که اشغال سرزمین افغانستان ختم کردیم و آزاد کردیم فضای افغانستان هم اشغالش خاتمه بیا و ختم شود و در اختیار خود امارات اسلامی قرار بگیرد. با گفته این مقام ارشد دفاعی کشور در کنار دو فرقه نظامی در بگرام و بدخشان 8 قلو اردوی نظامی به شمول قلو اردوی مرکزی در ولایت‌های کندهار، هلمند، پکتیا، لغمان، کندز و بلخ وجود دارند. او میگوید نظامیان پیشین هم در چارچوب وزارت دفاع ملی وظیفه اجرا میکنند. امارات اسلامی در واکنش به نگرانی مشاوران امنیت ملی برخی کشورها در نشست اعضای شانگهای در هند میگوید که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و نباید کشورها از این رهگذر نگرانی داشته باشند. معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که تمامی جغرافیای افغانستان توسط نیروهای امنیتی به گونه خوب مدیریت می شود و نمیگذارند کس مانع اخلال امنیت شود. مشاور امنیت ملی روسیه در نشست شانگهای گفته است که وضعیت در افغانستان نه تنها متشنج است، بل خطرات را برای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ایجاد کرده است. هند دیروز میزبان نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو شانگهای بود.
در این نشست مشاور امنیت ملی روسیه گفته است که وضعیت در افغانستان نه تنها متشنج است، بلکه به عنوان یک بحران طولانی مدت، تهدیدات و خطرات عمده برای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ایجاد کرده است. نظارت دقیق اوضاع در افغانستان مهم است، زیرا وضعیت در این کشور ناپایدار است و با وجود ادامه حاکمیت طالبان بر این کشور این وضعیت ادامه داشته است. افغانستان تهدیدها و خطرات بزرگی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان به ویژه از ناحیه تروریسم، قاچاق غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر و مهاجرت های غیرقانونی ایجاد کرده است. اما امارت اسلامی این نگرانی ها را بی جا می داند و می گوید که افغانستان هیچ تهدیدی بر کشورها نیست، بل خاک افغانستان بر ضد کشورها استفاده نخواهد شد، زیرا تمامی جغرافیای افغانستان توسط نیروهای امنیتی به گونه درست مدیریت می شود. از خاک افغانستان به هیچ کشوری آسیب و تهدیدی متوجه نیست و نباید کشورهای دیگر در این راستا نگرانی داشته باشند. و همچنان تمام قلمرو و جغرافیای کشور را سوی نیروهای امارت اسلامی با گونه خوب مدیریت می شود و به کسی اجازه نیست که یا در داخل کشور و یا هم بیرون از کشور امنیت را اخلال نماید. مشاور امنیت ملی روسیه مسئولیت ایالات متحده آمریکا و ائتلاف غربی را برای احیای اقتصاد افغانستان مهم خواند، اما در عین حال هشدار داده که حضور نظامی دوباره آمریکا و ناتو به منطقه تحمل نخواهد شد. از سوی هم وزیر دفاع آمریکا گفته است که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به هیچ وجه پشیمان نیستند. من از تصمیم رئیس جمهور دفاع می کنم و از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ پشیمان نیستم. نیروهای ما توانستند 124 هزار تن را از میدان هوایی کابل تخلیه کنند. بر اساس معلومات من حادثه‌ای که در افغانستان رخ داد هیچ کس حساب ده قرار نگرفته است. اما جیم بانکس نماینده جمهوری خواه از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواست تا حکومت بایدن را بابت آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است پاسخگو بسازد. مسئول هیئت پناهندگان نروژ در افغانستان با آریانا نیوز میگوید که تحریم های بانکی بر افغانستان سبب وخیم شدن وضعیت اقتصادی این کشور شده و از جامعه جهانی میخواهد که باید اقتصاد افغانستان را احیا کند. به گفته او جامعه جهانی در این شرایط دشوار نباید افغانستان را به باد فراموشی بسپارد، بل این کشور را همکاری کند. مقام های امارات اسلامی هم تحریم های بانکی و مسدود کردن ذخایر ارزی کشور را یک اقدام ظالمانه می دانند و بر رفع این تحریم ها تاکید می کنند. گزارش از فرهناز فریبرز. مسئول هیئت پناهندگان نروژ در افغانستان می گوید تحریم های بانکی بر افغانستان و عدم اجازه کار زنان در سازمان های کمک رسان باعث شده تا کار این شورا در افغانستان با مشکل روبرو شود. مسئول این هیئت از جامعه جهانی می خواهد در این شرایط نباید افغانستان به باد فراموشی سپرده شود و اقتصاد افغانستان احیا شود. بر اساس آمار اخیری که از سوی سازمان ملل ارائه شده، حدود 28 میلیون تن در افغانستان که 2/3 جمعیت این کشور را تشکیل می دهد به کمک های بشری نیاز دارد و این یکی از بدترین قضایای بشری جهان است و تحریم های بانکی بالای افغانستان و عدم اجازه کار زنان در سازمان های کمک رسان از نگرانی های بزرگ ما است. ما از جامعه جهانی تقاضا داریم نباید افغانستان را فراموش کنند و در قسمت احیای نظام اقتصادی افغانستان کمک نمایند. Including a ban on our female colleagues. همزمان با این، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید مسدود ماندن پولهای بانک مرکزی به گونه غیر قانونی ظلم آشکار است و باید این پولها آزاد شود. این یک ظلم آشکار است که پولهای بانک مرکزی افغانستان را به گونه غیر قانونی و ناعادلانه مسدود کردند، در حالی که این حق مردم افغانستان است. ما امیدواریم که مردم ما به این حقشان برسند. آگاهان اقتصادی هم به این باورند که هرچه تحریم ها به درازا بکشد، به همان میزان وضعیت اقتصادی افغانستان وخیم تر می شود. ز فکر کوم که دغه پیسې په هر برخه کې مصرفیږي د افغانانو په ګټه نه دی، دا هغه پیسې دي چې په نړۍ کې زمونږ اعتبار
ژوندۍ ساتلی دی. البته د بانکي سکتور اعتبار هر دو مسئله در گسترش فقر و بحران بشری میتونن که مثمر واقع شوند و یا من حیث یک عامل عمل کنند. بنابراین نیاز است که در هر دو حالت هم حکومت امارت اسلامی و هم جامعه جهانی در یک تعامل نسبی و مناسب و متناسب در بیایند. در حال حاضر تاجران در داخل افغانستان در انتقال پول به بیرون از کشور با مشکلات جدی روبرو هستند و سرنوشت 3.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور هم نامشخص است. شمار از مسئولان پوهنتون ننگرهار میگوین که کار روی طرح بازگشایی پوهنتون ها بروی دختران جریان دارد و امیدواری ها وجود دارد تا با تکمیل شدن این طرح پوهنتون ها بروی دختران باز شود. با این حال شمار از مسئولان پوهنتون های خصوصی میگوین که بسته بودن پوهنتون ها بروی دختران برای آنان هم مشکلات را خلق کرده است. به تازگی یک پوهنتون خصوصی جدید در ولایت ننگرهار ایجاد شده است. امتحان ورودی به این پوهنتون امروز بدون حضور دختران برگزار شده است. ممنوعیت تحصیلی دختران و مشکلات اقتصادی سبب شده تا برخی پوهنتون‌ها در کشور مسدود شوند، اما ایجاد پوهنتون‌های جدید امیدواری‌ها را برای رشد تحصیلات عالی در کشور بیشتر کرده است، ولی خواسته همه این است که پوهنتون‌ها برای دختران نیز باز شود. جن پرمخ بندی پوهنتونونو دروازه در څه وخت نکی چې بندی دي د خصوصي پوهنتونونو اقتصادي وضعیت په کتو د ډیر ستونزمن کار دی، خو ان شاء الله د لوړ زده کړو وزارت وعده کړی ده چې ډیر ژر به د نجونو پر مخ باندې پوهنتونونو دروازې خلاصي. خواست محصلان پوهنتونها همین است که نباید مراکز آموزشی و تحصیلی برای دختران بسته بماند. په ننګرهار کې داسې یو تحصیلي بنسټ په لاره اچول او ځوانانو ته داسې فرصت برابرول چې په ډېر کم فیس سره دا د دې معنا ورکوي چې ځوانانو ته دې چانس برابر کړي چې تحصیلات وکړي، لیسانس وکړي. تعلیم په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. خپلو چارواکو اسلامي امارات څخه دا هیله لرم چې باید زمونږ خویندو ته حتی لکه څنګه چې موږ ته دا حق راکړی دی هغوی ته هم دا حق ورکړل شي او زر تر زر ته د تعلیم لارې خلاص شي. با این حال معاون علمی پوهنتون ننګرهار میگوید کار روی طرح بازگشایی پوهنتون ها بر روی دختران جریان دارد و امیدواری ها وجود دارد تا با تکمیل این طرح پوهنتون ها بر روی دختران باز شود. په مجموع کې تحصیلات علی وزارت سره او د رهبری او مشرانو سره چې موږ په رابطه او تماس کې یو، ان شاء الله دغه برخې امیدونه ډیر زیات دي. هیلم دا ده هغه اړیکې چې موږ د خپلو مشرانو سره لرو او د هغوی نه خبریږو نو د یو څه ترتیب او د اصولو د مراعت کولو او عملي کولو نه وروسته به ان شاء الله دغه برخې ته هم خامخا اجازه ورکول کی. این در حال است که صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونسف میگوید که دخترانی که در افغانستان از ادامه آموزش محروم میشوند امید خود را از دست میدهند. یونسف در گزارش تازه‌اش گفته است که با شروع سال آموزشی در ماه مارس دختران افغان امیدوار بودند که با برادرانشان یک جا به مکتب برگردند. در گزارش آمده است که برای سومین سال پی هم مکتب‌های متوسطه برای دختران در افغانستان بسته ماندند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که این نهاد در سال گذشته از ترانسپورت زمینی و هوایی 7.5 میلیارد افغانی عواید به دست آورده است. مسئولان این نهاد میافزایند که تلاش میکنند تا خدمات ترانسپورتی را با معیارهای جهانی برابر سازند و سهولت‌های بیشتری را به مردم فراهم کنند. با وجود که سال گذشته مشکلات در بخش عبور و نشست پروازها وجود داشته است، اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید در سال 1401 عواید این نهاد از رهگذر ترانسپورت زمینی و هوایی 7.5 میلیارد افغانی میرسد، اما این عواید شامل پروازهای عبوری نمیشود. بله، د 401 کال کې د ځمکني ترانسپورت او هوایي ترانسپورت چلند برخه تقریبا 3.5 میلیارد افغانۍ مګاوید درلودل چې دا تیر کال ته یعنی 14 کال ته په کتو 22.5% 22.5% زیاتوالی الحمدلله پکې راغلی و. د پرته د وګوري الوتنو دي
با گفته آقای احمدی به زودی شرکت‌های بین المللی مانند ترکش، فلای دبی هم پروازهایشان را از افغانستان آغاز می‌کنند. شپږ میاشتې وړاندې تقریبا 50 شاوخوا الوتنې اوس الحمدلله سل دي. دا نور هم موږ کوشش کوو چې زیاتې شي. دغه وروستی د هوایي خدمتونو قرارداد چې موږ ترسره کړی دی د ګا کمپنۍ سره، په دې کې د ټول افغانستان هوایي خدمتونه به ترسره کیږي انشاءالله. تمه ده چې دا لوړ شي. د الوتنې هره عبوري الوتنه باید افغانستان ته اوس امریکایي ډالر تحویل کړي. شمار از آگاهان اقتصادی میگویند که سکتور ترانسپورت نقش اساسی در رشد و تقویت اقتصاد کشور دارد. از این رو دولت باید در گسترش سکتور ترانسپورت تلاش کند. نو پکار ده چې په دې مورد کې د ځمکې لار انتقال شي. که چیرته بیا امکانات نه وي نو بیا هم موږ کولای سو چې پکار ده چې دا کار باید موږ وکړو. چې کړی هم ده ان شاء الله امارت اسلامي دې ته پوره هوډ لري او دا نظر ورته لري او دا کارونه عملا کړي دي. نو بیا موږ ته د کارګو د پاره هم په کار ده چې خپل صادرات ته ادامه ورکړو. با باور این آگاهان، هرچه روند خدمات ترانسپورتی معیاری شود، به همان میزان سرمایه گذاری بیشتر در این بخش صورت خواهد گرفت. با ارتقای شفاخانه تخصصی ولایت تخار از 150 بستر به 200 بستر، افزون بر فعالیت 4 بخش عمده، چندین بخش فرعی دیگر نیز فعال شده که تداوی اکثر مریضان در این شفاخانه صورت می گیرد. در حالی که پیش از این اکثر مریضان به شفاخانه ولایتی کندوز و یا هم کابل انتقال داده می شدند. مسئولان در این شفاخانه می گویند که با ارتقای شفاخانه به نیروهای بشری بیشتر نیاز دارند و به زودی روند استخدام کارکنان جدید آغاز خواهد شد. پیش از این شفاخانه ولایتی تخار در بخش داخله جراحی، بخش اطفال و نسایی ولاده با 150 بستر فعالیت داشت. اکنون این شفاخانه به 200 بستر ارتقا کرده و چندین بخش فرعی دیگر مانند جراحی ارتوپدی، گوش و گلو، چشم، تنظیم خانواده، مشاورت روانی، التراساوند نیز فعال شده است. فعلا عملیات برای اولین بار در شفاخانه ولایت تخار در بخش ارتوپدی جریان داره و در بخش چشم برای اولین بار شفاخانه ولایتی تخار دکتر استخدام شده و پروسیجرهای چشم، عملیاتهای چشم شفاخانه ولایتی تخار جریان داره، مردم شاهد است. مسئولان در این شفاخانه میگویند با ارتقای شفاخانه به نیروهای بشری بیشتر نیاز دارند و به زودی روند استخدام کارکنان جدید را آغاز خواهند کرد. شفاخانه ولایتی تخار 150 بستر بود، ما 200 بستر ارتقا کردیم. تشکیل 200 بستر خوشبختانه از ریاست الوزراء به همکاری وزارت صحت عامه و به همکاری ریاست صحت عامه ولایتی تخار به همکاری مقام ولایت منظور شده. با توسعه بسترها و بخشهای دیگر این شفاخانه حالا به نظر می رسد مریضان بیشتری در این شفاخانه تداوی می شوند. اولین نقصه است که امی یک قلم دوا بوده که امی فعلا به پایوازم دادم که برای از بیرو بیاره. دیگر تماما دوای ما انشاءالله از طریق خود صحت عامه از شفاخانه ولایتی اکمال می شود. خیلی ها تشکری میکنیم از اینکه دیگر با امکاناتی کم و در دسترسشان هستم. وقتی هم خوب می درخشن و می تونن که مریض بر وقتی درستش به عملیات رسوند. پیش از این اکثر مریضان بخصوص زخمی های ناشی از انفجارها و رویدادهای ترافیکی به دلیل کمبود بخش های جراحی ارتوپدی و نبود بخش تشخیصی به ولایت کندوز و یا کابل انتقال داده می شدند و حالا به این شفاخانه امکان تداوی این گونه مریضان وجود دارد. خبرهای اقتصادی. در ماه رمضان بهای مواد خوراکی به ویژه گوشت و پیاز به گونه بی پیشینه در ولایت بلخ افزایش داشته است و سبب نگرانی باشنده های بلخ شده است. باشندگان این ولایت از افزایش بهای گوشت و برخی مواد اولیه در شرایط کنونی را نگران کننده می دانند و از حکومت می خواهند که برای نظارت و کنترل قیمت ها اقدام جدی کند. حال و هوای بازارهای شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در ماه رمضان بیشتر از هر زمان گرمتر شده است. اما آنچه که سبب نگرانی باشنده ها این شهر شده است، افزایش بهای مواد اولیه به ویژه گوشت و سبزیجات است. باشندگان این ولایت از افزایش بهای گوشت و برخی مواد اولیه در شرایط کنونی نگران کننده می دانند و از حکومت می خواهند برای نظارت و کنترل قیمت ها اقدام جدی کنند. روز صبح غلطه کشم میگن برادر، نه کار است نه بار است، تمام چیز
قیمت از پیاز، قیمت از کچالو، قیمت از گوشت، قیمت از برادر ناز خواهش میکنم ای دولت که کمی که بیان رو کنترل کنه برادر ما بادم غریب. در روزهای پسین بهای یک کیلو گوشت گوسفند از 400 افغانی به 550 افغانی افزایش داشته و همین طور بهای یک سر پیاز تا بیش از 500 افغانی رسیده است. آخر سال بود، زمستان بود، هر سال همی آخر سال زمستان هم تا همی ماه عمل داخل شده نداره گوشت قیمت می باشه. این ایسو بخیر گوشت رخ با پایینی است، هر روز بر روز ارزان شده میره. پیاز امسال فهمید سر سال که اولش همی پاکستان سیل برده بود، پیاز ما شما زیاد پاکستان رفته، در افغانستان پیاز نمونده. باز خودمون دیگه سرخانه نداشتیم پیاز که اوجه رفت، ولی خودمون پیاز از این میاریم، از قزاق میاریم. با این حال مسئولان در ریاست شاروالی بلخ اما از کنترل بازار و نظارت از نرخ و نوا سخن میزنند. آنان میگویند در جریان روزهای اخیر تعداد زیاد از دکانها را به علت گرانفروشی و عدم رعایت نرخنامه تعیین شده مهرلاک کردند. کسایی که خلاف ورزی میکنه مطابق نرخنامه بدر یا نمیپروشه انتی خود را، اونا را برخورد قانونی دکانشان مهرلاک میشن. شهروندان کشور در حال همواره با فرارسیدن ماه رمضان از بلند رفتن نرخ مواد اولیه شکایت دارند که در بیشتر کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان قیمتها کاهش می‌یابد. نرخ ارزها وضعیت هوا مسئولان در مستوفیت ولایت زابل از افزایش عواید این اداره نسبت به سال گذشته خبر می دهد. مستوفی این ولایت می گوید که عواید این نهاد در سال 1401 به 84 میلیون افغانی می رسد که نسبت به سال 1429% افزایش یافته است. ولایت زابل هرچند از ولایت های کم درآمد محسوب می شود، اما با آن هم عواید مستوفیت این ولایت نسبت به سال های گذشته 29% افزایش یافته است. با گفته مستوفی این ولایت عواید این اداره در سال 1401 به 84 میلیون افغانی میرسد. چموجا 40 میلیون عواید را تور کلیدی لس کم 1 میلیارد مو حوالی اجرا کلیدی او د عواید شفافیت مو په دا اندازه ده چې د 40 میلیون خالد اسناف او 15 میلیون ته مو عواید ختلیدی او د خزائنو یا د مصارفو د شفافیت مثال داده چې ما درته لی ورته مو برته بانک ته ویل کړی. مقام های محلی این ولایت میگویند که با وجود مشکلات آنان توانسته اند در تقویت اقتصاد کشور گام های خوب بردارند. در ملک او هیواد اقتصاد و کنترول که در خپل اقتصادی حیثیت و ارتقا او پالنه که در قشن دنیا تا هم یو شو مثال پیش کرد. مقام های محلی زابل دلیل افزایش درآمد را شفافیت در روند جمع‌آوری عواید میدانند. زوایم ش الحمدلله دغه شفافیت دا د موته شاهد وو دا د موته وعده ولا لاسره ان شاء الله ته دا نظام راکړه د مو وینې قبولک د موته قبوله قبولک سوال مو کوه ان شاء الله دا نظام په لاس راکړه اوس دغه صادق وخت الحمدلله. وزارت مالیه میگوید که در سال روان برای نخستین بار عواید گمرکات کشور از مرز 100 میلیارد افغانی گذشته است و بودجه هم از عواید داخلی تامین می شود. و سپاس از شما که بیننده مجموعه خبری ساعت 8 بودید. خبرها در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار.